جنون در پاریس، پیشنهاد 1 میلیارد یورویی به امباپه. منفورترین کاپیتان بازوبند را از دست داد. معزل بزرگ امباپه در رئال مادرید. انتقال مرگ و زندگی گواردیولا شکست خورد. فوری امباپه از اردوی پی اس جی کنار گذاشته شد. جنجال در اسپانیا، ببینم سرت را قطع می کنم. نام کلین امباپه در رئال ممنوع شد. اگر بخواهید از فروشگاه آنلاین رسمی رئال پیروهن فصل بعد این باشگاه را بخرید، می توانید نام هر بازیکن غیر از امباپه را برای درج در پشت آن درخواست دهید. فروشگاه آنلاین رئال مادرید اجازه نمیدهد نام کلین امباپه روی پیروهن گذاشته شود. همانطور که در ویدیوی منتشر شده توسط یک کاربر رئال مشاهده میشود، فروشگاه رئال مادرید به شما امکان چاپ انواع نامها را در پشت پیراهن میدهد. در این مورد کاربر ابتدا نام دوشان ولاهویچ را درخواست داده بود. با این حال وقتی او خواست نام امباپه را انتخاب کند، همه چیز تغییر کرد. وبسایت فروشگاه رئال مادرید این اجازه را نمیدهد و ادعا میکند که خط مشی شخصی سازی ما اجازه استفاده از این نام را نمیدهد. لازم به ذکر است که بحث انتقال کلین امباپه به رئال مادرید بار دیگر داغ شده و برخی معتقدند او در 2 هفته پیش رو به رئال ملحق خواهد شد. اما باشگاه مادریدی فعلا نمیخواهد از بابت این بازیکن دچار دردسر و حواشی رسانه‌ای شود. انتقال مرگ و زندگی گواردیولا شکست خورد. مقاومت جانانه لایپزیگ. باشگاه لایپزیگ هرگونه توافق با سیتی برای انتقال 100 میلیون یورو یوشکا گواردیول را رد کرد. تا انتقالی که پپ گواردیولا بی‌صبرانه منتظرش است فعلا منتفی شود. از مدت تا پیش شنیده میشد که یوشکا گواردیول مدافع میانی کروات لایپزیگ هدف اصلی قهرمان لیگ قهرمانان اروپا است و همچنان ادعا میشد که دو باشگاه بر سر مبلغ انتقال 100 میلیون یورویی به توافق رسیدند و معاینات پزشکی در حال انجام است. با این حال ماکس ابریل مدیر ورزشی لایپزیگ گفت که سیتی هنوز با خرید گواردیول خیلی فاصله دارد. نکته کلید اینجاست که باشگاه آلمانی در موقعیتی است که هیچ نیازی به فروش گواردیول ندارد. آنها تا سال 2027 با این بازیکن قرارداد دارند و با تازگی انتقال 70 میلیون یورویی دومینیک سوبوسلای به لیورپول را نهایی کردند. مارکو روزه سرمربی لایپزیگ صبح امروز همین موضوع را تایید کرد. تا جایی که من میدونم یوشکا گواردیول بازیکن ماست و او یکی از بازیکنان ما باقی خواهد ماند. من در مورد تست پزشکی اول و دوم او در سیتی چیزی نمیدونم. هیچ چیز. ابدا. باور کنید من به عنوان یک مربی از چیزی که اطلاع دارم حرف میزنم. معزل بزرگ امباپه در رئال مادرید. کلین امباپه اگر این تابستان راهی رئال مادرید شود باید خود را برای یک تغییر بزرگ آماده کند. اینکه کلین امباپه در تابستان امسال برای رئال برود یک احتمال واقعی است. اصلا مهم نیست که عملیات به خصوص از نظر مالی چقدر پیچیده باشد. این احتمال که ستاره فرانسوی را با پیراهن رئال ببینیم حالا بیشتر شده است. اگر این انتقال نهایی شود امباپه باید خود را مهیای یک تغییر بزرگ کند و آن هم تغییر پست خواهد بود. امباپه باید پستی را که به آن عادت کرده است فراموش کند، چرا که در رئال وینیسیوس تحت هر شرایط وینگر چپ خواهد بود. در باشگاه مادرید اطمینان دارند که پس از جدایی کریم بنزما وینیسیوس میتواند بار خط حمله تیم را به دوش بکشد و تبدیل به یک از رهبران رئال درون زمین شود. کادر فنی رئال به دلیل ویژگی‌های گلزنی امباپه و صورتی که دارد متقاعد شده که یک مهاجم مرکزی بزرگ و وارث شماره 9 بنزما خواهد بود. امباپه به محض ورود به رئال باید خودش را با این وضعیت فیف بدهد. فینی وینگر چپ است و او باید به نوک حمله برود. منفورترین کاپیتان بازوبند را از دست داد. سرانجام اریک تن هاگ که از تابستان گذشته به اولد ترافورد آمد بازوبند را از هری مگوایر گرفت و نشان داد رئیس چه کسی است. هری مگوایر دیگر کاپیتان منچستر یونایتد نیست. او زمان گران قیمتترین مدافع جهان بود و قول اولد ترافورد 4 سال پیش با مبلغ 87 میلیون یورو که به لستر پرداخت او را به خدمت گرفت. سرمربی شیطان سرخ پس از کریستیانو رونالدو و دیوید دخیا به نوعی تصمیم گرفت تا با یکی دیگر از اعضای برجسته منچستر یونایتد برخورد کند. هری مگوایر مسئول اکادمی معروف شفیلد یونایتد است و از طریق هال و لستر سیتی به دنیای فوتبال معرفی شد و به پیراهن منچستر یونایتد رسید. سپس او را به عنوان کاپیتان تیم منصوب کردند، کاری که اولی گونار سولشار سرمربی سابق منچستر یونایتد در جنوری 2020 انجام داد. با این حال زمانی که مگوایر به اولد ترافورد آمد به شدت افت کرد و در حالی که برای تیم ملی انگلیس بازیهای به مراتب بهتری انجام میداد در منچستر یونایتد سطح بسیار پایینتری داشت. مگوایر پس از صحبت با تنهاگ پذیرفته بود که دیگر کاپیتان نباشد و این را طی بیانیه اعلام
کرد. دیروز نیز برونو فرناندز ستاره پرتغال یونایتد به عنوان کاپیتان اول شایطین سرخ معرفی شد. فوری امباپه از اردوی پی اس جی کنار گذاشته شد. الخلیفی روی حرفش ماند. بر اساس گزارش رسانه‌ها کلین امباپه ستاره پاریس سن ژرمن از اردوی این تیم برای سفر به ژاپن کنار گذاشته شد. تنها ساعتی پس از اینکه کلین امباپه در دیداری تدارکاتی پاریس سن ژرمن مقابل لوها برگزینی کرد، اخبار در مورد کنار گذاشتنی او از اردوی تیم منتشر شده است. تصمیمی که نه از سوی کادر فنی که توسط باشگاه گرفته شده است. بدین ترتیب تیمش را در سفر با آسیا همراهی نخواهد کرد. امباپه قصد ندارد قراردادش را تمدید کند و این قضیه یک جنجال بزرگ در باشگاه درست کرد. دو هفته پیش بود که الخلیفه اعلام کرد که امباپه بین 10 تا 14 روز فرصت دارد تا قراردادش را تمدید کند و در غیر صورت در لیست فروش قرار خواهد گرفت. او حتی در دیدار اخیرش از تمرینات پی اس جی چندان به ستاره تیمش توجه نکرد تا مشخص شود که مشکلات همچنان پا بر جاست. پی اس جی برای خرید امباپه از موناکو 180 میلیون یورو هزینه کرد و نمیخواهد این بازیکن را در تابستان آینده رایگان از دست بدهد. در مقابل امباپه میخواهد با ماندن در پاریس در تابستان آینده با انتقال آزاد به باشگاه جدیدش برود تا بدین ترتیب بتواند دستمزد بالاتری طلب کند، اتفاقی که پاریسی ها برای رقم نخوردنی آن پیش دستی کردند. جنجال در اسپانیا، ببینمت سرت را قطع میکنم. رئیس باشگاه لاس پالماس در یک مکالمه تلفنی با بدترین شکل ممکن خبرنگار نشریه آیس در جزایر قناری را تهدید کرد. پابلو چکا خبرنگار آیس اخیراً به مدارک دست یافت که نشان میداد جول دومینکس پدید جوان لاس پالماس که قرار بود فصل پیش رو برای تیم اول به میدان برود، نامزد خود را مورد ضرب و شتم قرار داده است. مدارکی که باعث شدن لاس پالماس مجبور به فسخ قرارداد با این بازیکن شود. آنها از این قضیه مطلع بودند ولی در ابتدا با اخراج جویل مخالف بودند، ولی خبرنگار آیس کاری کرد که در نهایت مجبور به فسخ قرارداد با وی شوند. در پایین اتفاق رئیس باشگاه لاس پالماس از ورود چکا به نشست خبری دیروز خود جلوگیری کرد و کار به اینجا هم ختم نشد. او با خبرنگار تماس گرفته پس از فحاشی‌های زیاد تهدید کرد که اگر بار دیگر او را در ورزشگاه لاس پالماس ببیند سرش را خرد کرده و از تنش جدا خواهد کرد. چکا ولی تمام این مکالمه را ضبط کرد و آن را در اختیار رسانه‌ها قرار داد. علی‌رغم عذرخواهی رسمی رئیس لاس پالماس، به نظر می‌رسد چکا قصد شکایت قضایی از او را دارد. جنون در پاریس، پیشنهاد 1 میلیارد یورویی به امباپه. مدیران پاریس سن ژرمن در تلاش هستند تا کلین امباپه ستاره فرانسوی را به هر شکل ممکن در این باشگاه حفظ کنند. امباپه سوژه اصلی شایعات و حواشی بازار نقل و انتقالات تابستانی تا اینجای کار بوده و بیشتر جنجال ها به تصمیم او مربوط بوده است. تمدید نکردن و رفتن به عنوان بازیکن آزاد، این موضوع باعث عصبانیت مدیران پی اس جی شده و آنها او را تهدید کردند که همین تابستان برود یا تمدید کند. او تا به حال در برابر فشار مدیران این باشگاه مقاومت کرده و حاضر به امضای قرارداد جدید یا تمدید قراردادش تا سال 2025 نشده است، اما ممکن است طرح جدید پی اس جی این مقاومت را در هم بشکند. نشریه دیفنسا سنترال خبر داده که مدیران پاریس سن ژرمن پیشنهاد باور نکردنی را به امباپه تقدیم کردند که شامل امضای قرارداد 10 ساله به ارزش 1 میلیارد یورو است. بدین ترتیب این بازیکن در صورت امضای قرارداد تا سن 34 سالگی در پورتو پرنس خواهد ماند و در عمل قرارداد مادام العمر خواهد بود که رویای پوشیدن پیراهن رئال مادرید را از او میگیرد. در صورتی که امباپه این پیشنهاد را بپذیرد و این قرارداد را امضا کند، عملا شاید امضای هنگفت‌ترین و جذاب‌ترین قرارداد در تاریخ فوتبال و شاید حتی ورزش دنیا خواهیم بود. با این حال این ستاره فرانسوی به پی اس جی اطلاع داده که با پول نظرش تغییر نمی‌کند و همچنان بر سر تصمیمش برای ترک این باشگاه مانده است.